صدایی دیگر. اونایی که صدای من میشنوند. زنها حق ندارن که چرا باید کتک بخوریم؟ خب نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن. این موامه، اینم منه. به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. صدای دیگر، ببین عزیز دل من، شما میگی با این قانون میشه، درسته قانون حجاب اجباری، درسته، ولی من اشکال ندارم، به نظر من حجاب اجباری هم نیست. شما داری بهش میگی اجباری، چرا؟ قانونه، اینه قانون تو، تو باید قبول کنی چون تو کشور ایرانی با این قانون مشکل داری، میتونی بجایدی، ولی تا وقتی که اینجا هستی باید این قانون قبول کنی. شما حتی سرزمین من رو هم میخواین دربارش تکلیف تعیین کنی که من کجا میتونم زندگی کنم؟ مثل یه استخون تو گلو گیر کرده. اون تیکه پارچه‌ای که جمهوری اسلامی بهش میگه حجاب اسلامی و اجبار میکنه که زنان حتما اون رو بر سر داشته باشن. و بسیاری از زنان بهش میگن حجاب اجباری و حاضر نیستن بهش تن بدن. 44 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ کدوم از نهادهای حکومتی هم حاضر نیست مسئولیت این قوانین سختگیرانه‌ای رو که در حال تدوینه بر عهده بگیره. بر اساس قانون لوایح قضایی رو رئیس قوه قضاییه به دولت میده. بعد از اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و گسترش بی‌حجابی و نداشتن روسری در کوچه و خیابان و فروشگاه‌ها و ادارات از سوی زنان، قوه قضاییه لایحه‌ای رو درباره حجاب با 9 ماده به دولت داد تا شاید به بهانه اون بتونن حجاب برباد رفته زنان رو کنترل کنن. در اینجا وظیفه دولت بود که ترجیحاً اون رو به همون شکل به مجلس بفرسته. ولی دولت لایحه رو تغییر داد و 6 ماده به اون اضافه کرد و به مجلس فرستاد. اینجا مجلس بود که خواست در قانونگذاری سنگ تموم بگذاره، کل لایحه رو به هم ریخت و یک مصوبه 72 ماده‌ای رو نه از طریق صحن عمومی مجلس، بلکه به صورت غیر شفاف در یک جمع محدود تصویب کرد. نتیجه اون شد که شورای نگهبان بیش از 142 تا اشکال بر لایحه گرفت که تعداد زیادی از اونها غلطهای املایی و ویرایشی داشت. یک آبروریزی بزرگ برای سقوه. اما این پایان ماجرا نبود و نیست. حالا سخنگویان هر کدوم از این قوا مسئولیت تغییرات رو بر عهده قوه دیگری میندازه و میخواد دامن خودش رو از این آبروریزی پاک کنه. حسن فرشتیان، دینپژوه ساکن فرانسه، معتقده که کنترل اوضاع از دست حکومت خارج شده. الان در حاکمیت در زمینه حجاب نظر یک دستی نداره. یعنی بخشی از حاکمیت معتقده این رو به عنوان پرچم باید نگه داره. بخشی دیگه از حاکمیت میگه نه، ما اگر این کتابیای جمهوری اسلامی میتواند پایدارتر باقی بماند. یعنی ما با دو تا نظریه متضاد در درون خود حاکمیت مواجه هستیم، حتی در درون روحانیتی که در حکومت هستند هم با همین دو نظریه مواجهیم. یه نظریه معتقده که این پرچم باید بمونه، اگر این کتابیای همه چیز میریزه. اما نظریه دوم میگه نه، اتفاقا این رو باید کوتاه بیاریم که بقیه چیزها بماند. اگر این رو جلوش بیستیم سبب سقوط خود نظام میشه، همچنان که در جنبش مهسا خب به هر حال این همه کشته داد جامعه و این وفاق اجتماعی رو به هم میریزه و در جامعه به یک گونه انشقاق ایجاد میشه و یک حاکمیت نمیتونه در انشقاقی در جامعه ایجاد کنه و بر این انشقاق بتواند به صورت طولانی مدت حکومت کنه. به نظر من این مسائلی که گفته میشه اینها ظاهر قضیه است، اما در باطن این دو نگاه وجود داره و یک باز بین این دوتا نگاه یک نگاه سومی هم وجود داره که میگه فعلا ما این رو این دست این دست بکنیم، چون هر زمانی که اینو میخوان پیش ببرند یک حادثه پیش میاد. مثلا میگم در زمان جنبش مهسا وقتی اوج گرفته بود برخی معتقد بودند که باید ما کوتاه بیاییم، ولی الان نه، دقیقا در خود حاکمیت معتقد بودند، گفتن الان چون مردم اومدن تو خیابون و میگن کوتاه بیاید ما کوتاه نمیاییم، ولی وقتی مردم رفتن در خانه و این اوضاع آرام شد اون موقع خود ما کوتاه میاییم. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم دیگه روسری نمیخوام. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم دیگه روسری.
که در رسانه‌ها و وبسایت‌های حکومتی بحث بر سر لایحه حجاب و عفاف ادامه داره، اما نیروی انتظامی بی‌توجه به هیچ ایده و توصیه و هشداری، بگیر و ببند در خیابون‌ها و توقیف اتومبیل‌ها و جریمه‌های نقدی زنان رو دنبال می‌کنه. کاری که بسیاری از منتقدان معتقدن در انجام اون فقط پای پول در میانه و بس. اما مسئله پول فقط برای نیروی انتظامی مهم نیست. اساس و بنیان حجاب برتر، چادر هم به پول متصله. ایران بزرگترین مصرف کننده چادر مشکی در دنیاست و سالانه برای حفظ حجاب زنان به 70 میلیون متر مربع پارچه مشکی نیاز داره. اما در همه سالهای گذشته به جای تولید پارچه مشکی، واردات اون رو ترجیح داده و به این ترتیب هر سال حداقل 150 میلیون دلار رو به واردات پارچه مشکی اختصاص میده. خب اگه قرار باشه که زنان حجاب بر سر نکنند، پس تکلیف این سود باد آورده چی میشه؟ محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن فرانسه. تجربه ای وجود داره که وقتی یک حکومت شعار و پرچمی اعتقادی رو در دست میگیره، پشتش مناسبات اقتصادی وجود داره. در همین مسئله حجاب دیگه ما نمادی پررنگتر و مهمتر از چادر مشکی برای حجاب نداریم دیگه. رسانه‌های داخل ایران افشا کردند بعد از تحقیقات که تمام چادر مشکی کشور و شعارها و تبلیغات پشتش دست مافیایی است که در یک نهاد زیر نظر دفتر رهبری متمرکز شده و 85% واردات چادر مشکی دست این هاست و رئیس دولتی که خودش قبلاً شریک این دزد بوده و حالا رفیق قافله شده از این مناسبات مطلع. حالا دیگه عجیب نیست اگر بشنویم بر اساس بخشنامه‌ای در استان قم همه زنان کارمند باید چادر مشکی بر سر کنند. اما همین روزها تصویر دیگری هم از زنانی با چادر مشکی در رسانه‌ها منتشر شده. زنانی با عنوان حجاب‌بان که مثل لایحه حجاب و عفاف هیچ کس حاضر نیست مسئولیت اونها رو بر عهده بگیره. مهدیه گلرو، فعال سیاسی و فعال حقوق زنانه ساکن سوئد، به رادیو فردا اینطور گفته: در این ماه‌های گذشته ما با سیاست‌ها و تاکتیک‌های متفاوتی از سمت جمهوری اسلامی مواجه بودیم. البته این تفاوت فقط در نوع عملکرد هستش، وگرنه در کلیت چیزی رو که در تمام این 4 دهه مواجه بودیم باهاش این که بخواد به هر شکلی شده زن مسلمان ایرانی رو بر اساس استانداردهای خودش در نظر بگیره تغییری نکرده. اما ما شدیم بودیم که به طور مشخص وزارت کشور میاد لیست‌های استخدامی میده، لینک استخدامی رو در نظر می‌گیره و میگه کسانی که بیان با این درآمد مشخص و با این شرایط کاری مشخص میتونن به عنوان حجاب‌بان استخدام وزارت کشور بشن. بلافاصله چند روز بعدش میبینیم که گفته میشه که نه، این نیروها خودجوش هستن و اصلا کسی با اونها نگفته که بیان زاکانی شهردار تهران در مورد نیروهای خودجوش توی متروهای تهران حرف میزنه، در ایستگاه‌های مختلف حرف میزنه. و بعد میبینیم که همون روزی که زاکانی این مصاحبه رو میکنه، باز یک پیامکی واسه شهروندان ایرانی میره بر اساس مبنا که اگر میخوای در مخالفت با اوریان نمایی و با مخالفت با این توهین به مقدسات که در خیابان‌های ایران داره اتفاق می‌افته قدمی بردارید، به این لیک مراجعه بکنید و بشید بخشی از این پروژه که ظاهراً به نظر میاد که همچنان می‌خوان بگن که خودجوشه، اما دارن ثبت نام هم می‌کنن از مردم که برن و طرفدارانشون توی اون بخش هم ثبت نام بکنن. با این همه بگیر و ببندها، هنوز میشه در خیابونها، ادارات، بانکها و دانشگاهها زنانی رو دید که بر سر حق انتخاب پوشششون ایستادند و در برابر خشونت حجاب‌بان‌ها ایستادگی میکنن، جریمه میشن، دادگاه میرن و حتی زندانی میشن، اما میگن این حق ماست. اونها منتظر تصویب هیچ قانون و لایحه‌ای نیستند. از اینکه تا این لحظه من رو همراهی کردید سپاسگزارم. تا هفته آینده پاینده باشید و شادمان.